بصری رحمه الله می فرماین مردم گناه می کنن با امید توبه و بسیاری هم به توبه نمی رسن. بسیاری ها در ماه مبارک رمضان تصمیم هایی را می گیرن که بعدا می گوین ما ایره اجرا می کنیم، ولی بسیاری ها ایره اجرا نمی کنن. بسیاری ها بسیاری از تصامیم و تعهدات خود را به بعد فراموشی می مانند. بیاد بیارین انجا چه تصمیمی را گرفته بودین، بیاد بیارین انجا چقدر تلاوت داشتین، انجا چقدر ذکر و اذکار داشتین. عزیزان من، عزیزان من، امروز هفتمین روز است که از ماه مبارک رمضان ما فاصله گرفتیم. اگر تلاوت شما به هفتمین جز رسیده باشد، شما هم هفت سیپاره تلاوت کرده باشین و انس با قرآن داشتین، معلوم می شود که انسان با وفا هستین و وفادارین. اما اگر یک بار قرآن را تهروز باز نکردین، بیاین وفایتان را با قرآن نشان بدهین، بیاین وفایتان را بعد از ماه مبارک رمضان با نمازهای تهجد وفایتان را نشان بدهین، بیاین نشان بدهین که چه قسم با قرآن انس گرفتین، از قرآن خواندن لذت میبرین، از نمازهای تهجد لذت میبرین، از شنیدن قرآن لذت میبرین. باید احساس بکنین که دلتنگ شدین برای قرآن، احساس بکنین برای نمازهای تحجد دلتنگ شدین، برای ذکر و اذکار، برای نمازهای جماعت، برای مساجد. باید احساس دلتنگی بکنین که باید خود را برسانین و وفاداری خود را نشان بدهین، طوری نشود که آخرین ختم، آخرین باری که ختم کردی در رمضان بوده است، آخرین نماز تحجدی که خواندین در رمضان بوده است، آخرین ذکر و اذکاری که داشتین هم در رمضان بوده است، آخرین باری که پنج وقت نماز جماعت را در یک روز به تکبیر اولا خواندید آن هم در رمضان بوده است و بعد از رمضان دیگه خبری از او نیست. والله این جفاست با پروردگارتان، جفاست با نماز، جفاست با مساجد، جفاست با کلام الهی. با کلام الهی باید انس گرفت، با کلام الهی باید انس گرفت. و یکی از نشانی های قبولیت طاعت و بندگی این است که بعد از هر عملی که به اتمام میرسد شوق عمل بعدی در قلب انسان حامیه. این نشانه این است که بله اعمال قبلی قبول شده. وقتی که یک عمل به پایان میرسد فورا شوق و اشتیاق اعمال بعدی با در قلب انسان میاد. ولی طوری نباشد که به محض اینکه رمضان تمام شود ما به همو عادات قبلی خود برگردیم، به گناهان قبلی خود برگردیم، به او تعهدات خود عمل نکنیم. ولی اگر طوری باشد که بعد از رمضان بیشتر ما علاقمند شدیم، الان من میگویم ممکن بسیاری عید گشتک داشتن این طرف و آن طرف، ولی گاهی اوقات انسان از داخل دروازه مسجد که داخل میشود و میبیند که مسجد خالی است، گاهی اوقات والله گاهی اوقات انسان وحشت میکند که نشود عذاب الهی نازل نشود، نشود که رمضان قبول نشده باشد. اگر رمضان قبول است کجاست اثرات رمضان؟ کجاست اثرات تربیتی رمضان؟ کجاست؟ ولی وقتی که ما میبینیم که بعد از رمضان بسیاری ها علاقمند روزه گرفتن هستند، بسیاری ها علاقمند تلاوت میشوند، بسیاری ها تعرض کردن که باید روزانه چقدر قرآن تلاوت بکنن، انس دارن با قرآن، علاقمندن با قرآن، اینجاست که انسان امیدوار میشود. در روایت صحیح مسلم داریم از حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فرمود هر کسی که رمضان را روزه بگیرد و بعد از ماه مبارک رمضان شش روز دیگر را نفلی روزه بگیرد در ماه مبارک شوال، در همین ماهی که الان من شما قرار داریم، كان كصيام الدهر، گویا که روزه یک سال را گرفته است. لذا عزیزان وقتش شروع شده است، بعد از دوم عید دیگه وقتش شروع شده است، وقت شوال که شما می توانید روزه بگیرید در همین ماهی که در پیش روی ما شماست. ولی اگر کوشش شود که هر چیز زودتر گرفته شود، چون معلوم نیست که بعد چی اتفاق رخ میدهد، زنده هستیم یا نیستیم، معلوم نیست که آیا کارو بار ما شما زیاد شده می رود یا کم شده می رود، بعد معلوم نیست که ما مصرفیت ما چه قسم می شود، بعد کدام سفری پیش نیاید. لذا توصیه می کنم که از الان عزیزان من ان شاء الله اقدام بکنید، از فردا اقدام بکنید. ولی لازم نیست که این شش روز را پی در پی بگیرید،
می توانید یک روز را فردا بگیرین، یک روز را پس فردا همینطور ادامه بدین تا آخر، می توانید دو روز پس، سه روز پس یک روز بگیرین روزه، ولی اگر پی در پی بگیرین خوب، بسیار خوب است، آسان‌ترم تمام می شود و زودترم تمام می شود.